تاجیکستان 50 تن کانهای طلا به چینی ها سپاریده شد. ازبکستان حاجیان در فرودگاه دستگیر شدند. امام علی رحمان دامادی خود را با آرده مشرف نمود. چی طوری که رادیو آزادی می نویسد در ناحیه عینی شمالی کشور شرکتی مشترک تاجیکی چینی تالکا گولد برای استخراج نمودن کان طلا تیاری می بیند. تنها ذخیره های تحقیق شده کان طلا زیاد از 50 تن را تشکیل می دهد. اینچنین در اینجا نقشه دارند سرمه نیز استخراج نمایند. کارکرد نمودن فلوس ها با سلیتکه های تازه کرده شده نیز در کمبینات متالورگیکی ساختمانی آن در سال 2020 به نقشه گرفته شده است گذرانیده می شود. یادرس میکنیم که تا به امروز 80% تمام طلاهای استخراج شده در تاجیکستان با اشتراک شرکت های چینی استخراج کرده می شود. این چنین مشاهدان یک چند مراتب قید نمودند که حکومت تاجیکستان کانها و زمین های خود را به چینی ها برای عوض قرضدهی و مبلغ گذاری می سپارند. مثلا برای ساختمانی مرکزی گرمدهی برقی دوشنبه دو حکومت تاجیکستان کان طلا براری کمرگ بالا را با ذخیره های کلونی مینرالی کشور به چینی ها سپارید. سنه 25 آگوستی سال جاری در فرودگاه شهری تاشکند 35 شهروند ازبکستان که به شهر مکه برای بجا آوردن حج بدون اجازت اداره روحانی مسلمانان ازبکستان از طرف شرکت های خصوصی از امارات متحده عرب رفته بودند دستگیر شدند. یکی از حاجیان دستگیر شدگان در فرودگاه شهر تاشکند گفت که کارمندان خدماتی مخصوص او را در خصوصی همراهی کی به حج رفتند، گروهی حاجیان را کی راهنمایی کرده است، حاجیان برای سفر مذکور چند قدر مبلغ صرف نمودند و در خارجه با کی واخوردند پرسیش نمودند. خبر می دهد سامانه سنترال آزیان ارگ. ما از دبی به تاشکند سنه 28 آگوست پرواز کرده آمدیم. در فرودگاه کارمندان مقامات امنیتی دولت ما را دستگیر نموده برای پرسیش به اتاقهای جداگانه در آوردند. در وقتی پرسیش کارمندان مقامات امنیتی دولت ما را با جوان ریشدار از شهر تاشکند با نام دوران روبرو کنی گذرانیدند. از ما پرسیدند با این جوان چند قدر مبلغ داده اید؟ در این اسنا یکی از زنانی که همراه گروه ما آمده بود جنجال کرده گفت من 30 سال شده است که نوبت خود را برای سفر حج انتظار بودم ولی انتظار شده نتوانستم. ما در آنجا کاری خطا انجام نداده ایم. ما را در فرودگاه 7 ساعت بازداشته شناسنامه های ما را گرفتند. سپس رهایی نمودند و گفتند که شناسنامه های خود را پس از گذشتن پرسیش در شعبه میلیسا برگردانیده می گیرد. می گوید مصاحب. Hacga borgan odam endi spiskasi bo'lmaydi. Mana men 2000 qo'shib berdim. Kerak bo'lsa 1000 tasini bo'layveraman. Yodras maykunim ki tibqi qonuni dar sanai 7 iyun soli 2017 qabul shuda az tarafi komitai oid ba korhoi dini O'zbekiston ба сокинони маҳаллӣ бидуни иҷозати идораи рӯҳонии мусулмонони Ӯзбекистон сафар намудан ба ҳаҷ ва умра бо ширкатҳои хусусӣ манъ шудааст. Яке аз ҳоҷиёни дастгиршуда дар фурудгоҳи шаҳри Тошканд иброз намуд ки сафар намудан ба шаҳри Макка аз тарафи идораи рӯҳонии мусулмонони Ӯзбекистон хеле мушкил ва гарон мебошад. сафари ҳаҷ аз ҷониби идораи рӯҳонии мусулмонони Ӯзбекистон монополия карда шудааст. Дар кишвар мусулмонҳое ҳастанд, ки навбати худро интизоранд, вале то ҳол ба шаҳри Макка сафар карда натавонистанд. Дуюм, аз ҷониби идораи рӯҳонии мусулмонони Ӯзбекистон ба Арабистони Саудӣ сафар кардан хеле гарон аст. 4000 доллар. Ширкатҳои хусусӣ дар Дубай сафари ҳаҷро ба маблағи 3000 доллар таклиф менамоянд. شرایطی که آنها به مسلمانان مهیا میکنند نظر به شرایطی مهیا کرده ای اداره روحانی مسلمانان ازبکستان بهتر میباشد. اطلاع داد به خبرنگاران. بیشیچ پند اونو هیچ که مجبور کمیده اشو برامده نوازده ارگنده همه از اون خیلی وزرف رو سخنه. سنه 29 آگوست در پایتخت تاجیکستان مراسمی سرفراز کنی با جایزه دولتی بخشیده به روز استقلالیت کشور برگزار گردید. در مراسم رئیس جمهور داماده شمس الله صاحباف را با آرده شرف مشرف نمود. اینچنین در میانی مشرف نموده شدگان رئیس پلاته پایینی پارلمان شکرجان ظهوروف، رئیس وزارت کارهای خارجی سراج الدین محی‌الدین، وزیر عدلیه رستم شاه‌مراد،
وزیر معارف نوریدین سعید، وزیر رشد اقتصاد نعمت الله حکمت الله زاده، رئیس ولایت خطلان قربان حکیم زاده، رئیس ریاست وزارت کارهای داخلی پایتخت شریف نظر زاده و دیگران قید شدند. عکس تقدیم جایزه ها در سامانه رئیس جمهور و در آلبوم خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور نشر شده است. ولی با گذشت کمی وقت دو صورتی تقدیم جایزه اردن شرف به شمس الله صاحبوف از سامانه دور کرده شد. در این خصوص اطلاع داد رادیو آزادی. سیسان جمعیت سامی پشده فراز برای یاد رس میکنیم که شمس الله صاحبوف صاحب جمعیت سهامی شکل پشیده فراز میباشد که در ساحه های صاحبکاری گوناگون در کشور یکی از مونوپولیستان به حساب میرود. اینچنین صاحبوف نایب پریزیدنت کمیته المپی ملی نیز میباشد. قابل ذکر است که صاحبوف یگانه اعضای آیله نیست که به مکافات عالی دولتی سرفراز شده است. در ماه سپتامبر سال 2013 امام علی رحمان دامادش جمال الدین نورعلیف را با اردن شرف درجه دوم سرفراز گردانید. در سال 2015 رحمان دخترش آزاده رحمان را با اردن شرف درجه یکم سرفراز نمود. سال 2018 باشد در عرفه روز استقلالیت جمهوری رحمان پسرش رستم امام علی را با اردن زرین تاج درجه دوم سرفراز گردانیده بود. کدامین تیر ظالم می تواند به خاک اتفاق ما رسید؟